سال هاست که ساختمان ها با نماهای رومی و کلاسیک در بین مردم محبوبیت پیدا کردند. نماهایی که عنوان لاکچری را به خودشان اختصاص دادند و در کرمان هم طرفداران زیادی دارند. اما آیا این نماها با فرهنگ و اقلیم استان کرمان سازگاری دارد؟ ما این چیزی که امروز داریم میبینیم با عنوان نمای کلاسیک، این یه چیز آششل قلمکاریه. حالا گیرم که خوب، عصر کلاسیک خوب، یونان باستان، روم باستان خوب، به ما چه؟ خب به هر حال یه دوره ما تمدن غرب بوده، به هر حال اگه بخوایم برگردیم ما خودمون در زمان گذشته چیزای خوب خیلی داشتیم. ضمن اینکه من کلا رد میکنم این برگشت به گذشته نباید داشته باشیم دیگه، معماری محصول زمانه خودشه. یکی از فاکتورهای خیلی خوبه در اختیار ما که میتونیم باهاش کارفرما رو متقاعد کنیم که این کار نکنین، مسئله اقلیمیه. یعنی ما میتونیم بگیم این با آب و هوا اینجا سازگار نیست، این سنگ هایی که شما دارین کار میکنید با اختلاف دمای 20 درجه شب و روز ما سازگار نیست. من فکر کنم اگه ما به صورت اینجوری عمل کنیم، بریم نمونه های آسیب دیده اینو نماها رو پیدا کنیم، خب خیلی بهتر عمل میکنیم. از سال 93 کارگروه سیما و منظر در شهر کرمان برای ساماندهی به نماهای شهری تشکیل شد، اما تا به امروز اقدامی صورت نگرفته است. به گفته معاون شهردار، به تازگی این کارگروه فعالیت‌های خود را آغاز کرده. خوشبختانه دیروز بالاخره ضوابط شهر کرمان تصویب شد. حالا تا حدی توصیه‌هایی توی بحث نمونه‌های مثلا استفاده مسائلی که داره تو نماها استفاده میشه، فرم‌ها، رنگ‌ها به نحوی باشه که اینها با معماری اصیل کرمانی همخونی داشته باشن. نماهای اقتباسی از معماری‌هایی که اقتباس از کشورهای دیگه دارن و به معماری اصیل حالا کرمانی ارتباطی ندارن، ما اینا معلوم داریم. تصمیم گرفته شده در کارگروه سیما منظر در خصوص عدم اجرای نماهای رومی در شهر کرمان باید در کمیسیون ماده 5 بررسی شود. اما چه اهرمی برای جلوگیری از اجرای این نماها وجود دارد؟ حالا برای بحث ضمانت اجراش هم از همون بعد و هم طراح و هم ناظر معمار و مالک هر سه نفر باید یه تعهد رسمی بدن که نسبت به اجرا، حالا ناظر باید نظارت کنه که اجرا دقیقاً بر اساس همون انجام بشه، مالک و طراح هم اگر تغییراتی بخواد تو نمای مصوب انجام بدن باید حتما سیکل حالا شهرداری رو دوباره تیک کنن و به تایید شهرداری و نظام مهندسی برسن. یک بندی تو ماده 100 ما داریم به عنوان تفسیر 7 ماده 100 قانون شهرداری ها که اگر مهندسین تخلف ساختمانی انجام بدن باید حالا معرفی میشه از طرف شهرداری به شورای انتظامی و به تخلف مهندسیشون رسیدگی میکنن. حالا کوتاهی از این دستور عمل و عدم نظارت و عدم دقت کافی توی بندی تو همین دستور عمل نوشتیم که مشمول همین موضوع میشه و ارضا میشه به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و اون مجازاتی که شورای انتظامی که یه نهاد شبه قضایی هست باید حتما اعمال بشه. حال با این قوانین جدید چه باید کرد؟ یعنی یکی از مسائل اینه که ما وقتی نمای کلاسیک نمیتونیم ارائه کنیم، مدل بهتری هم ارائه نمی کنیم. به کارفرما میگیم شما نمای رومی کار نکن، کلاسیک کار نکن. بعد کدوم مدل بهتر رو ارائه کردیم؟ بگی اینو کار کن. خوشبختانه با توجه به جمعیت خیلی زیاد معماران و دانشجویان معماری، الان من فکر کنم بزرگترین و گسترده ترین اهرمی که ما در اختیار داریم دانشگاه ها هستن. خب اینا میتونن خیلی به ما کمک کنن و فرهنگ سازی کنن، حد همون اعضای خانواده شون هم اگه فرهنگ سازی کنن، خب ما خیلی میتونیم وضعیت بهتری داشته باشیم. با توجه به اینکه شهر کرمان دارای بافت تاریخی است و در اقلیم گرم و خشک قرار دارد، نگاه ویژه مسئولان مربوطه و متخصصان حوزه معماری و شهرسازی را میطلبد. برای دنبال کردن ما کافیه این دکمه سابسکرایب را بزنید.